سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. خبرگزاری‌های داخلی جزئیات جدیدی از ماجرای فوت زهره فکور صبور منتشر کردند. قبل از فوتش چه اتفاقاتی براش افتاد و حرف‌های همسرش که جزئیات جدیدی رو توضیح دادن. به گفته مادر زهره فکور صبور، چند ساعت قبل از فوت او تلفنی با دخترش صحبت کرده و اصلا حال خوبی نداشته و گریه می کرده. سه‌شنبه شب شوهر خانم فکور به منزلشون میره و در اتاق خواب جسد همسرش رو میبینه و متوجه میشه که او فوت کرده. فوراً با پلیس تماس میگیره و تیمی از ماموران تجسس پلیس آگاهی در محل زندگی این بازیگر جوان که طبقه چهارم یک ساختمان مسکونی در حوالی قلهک بود حاضر شدن. جسد او در اتاق خواب و در حالی پیدا شده بود که لباس خانگی به تن داشت. از طرفی معاینه های اولیه نشون میداد که روی بدن متوفا هیچ گونه آثار کبودی، ضرب و جرح و یا علائمی که نشون بده او به قتل رسیده دیده نمیشد. در کنار جسد چند ورق قرص به چشم میخورد. در ادامه بررسی ها مشخص شد که او دچار مسمومیت دارویی شده. در ادامه تحقیقات معلوم شد نخستین فردی که با جسد مواجه شده همسر خانم بازیگر بوده. به گفته خبرگزاری های داخلی، مثلا همشهری آنلاین، ایشون تهیه کننده سینما و تلویزیون بوده و خانم فکور صبور همسر دوم ایشون بوده. این مرد که به شدت از مرگ همسرش شوکه شده بود، وقتی کمی آرومتر شد به قاضی جنایی گفت همسرم به تنهایی در این آپارتمان زندگی می کرد و من آخرین بار روز یک شنبه او را دیدم. اون روز سرحال بود و مشکل خاصی نداشت. آخرین تماسمون هم به روز دوشنبه برمی گرده، یعنی یک روز قبل از مرگ همسرم. از مسائل روزمره گفتیم و بعد از اون خداحافظی کردیم، تا اینکه عصر سه‌شنبه و ساعاتی قبل از پیدا شدن جسد همسرم، مادر خانومم به من زنگ زد و در حالی که پریشون بود سراغ دخترش رو گرفت. با اطمینان بهش گفتم حالش خوبه و توی خونه هست، اما مادرش نگران بود و میگفت ساعت 2 ظهر که باهاش صحبت کرده به نظر می رسیده که حالش خوب نیست و گریه می کرده. شوهر خانم فکور صبور میگه وقتی اینها رو از زبان مادر همسرم شنیدم دلشوره عجیبی به جونم افتاد. مادرش می گفت دخترش به شدت ناراحت بوده و بعد از اون هر چقدر به موبایلش و تلفن خونه زنگ زده خانم فکور صبور جواب نداده. او در شبکه‌های مجازی هم آنلاین نشده و این مسئله نگرانی من و مادر خانم فکور صبور رو بیشتر می کرد. چندین بار با همسرم تماس گرفتم، اما همه زنگ ها بی جواب موند. سراسیمه راهی محل زندگی او شدم، اما وقتی به مقابل آپارتمان رسیدم هر چقدر زنگ زدم در رو باز نکرد. با کمک سرایدار وارد آپارتمان شدیم و با دیدن پیکر بیجان او در اتاق خواب به شدت شوکه شدیم. هرچی صداش زدم جواب نداد و سرایدار به اورژانس زنگ زد. وقتی اورژانس رسید عملیات احیا رو انجام دادن، اما لحظاتی بعد گفتند که چون زمان زیادی از مرگ گذشته تلاش برای نجاتش فایده‌ای نداره. شوهر خانم فکور صبور در ادامه صحبت‌هاش گفت اون چیزی رو که می دیدم باورم نمی شد. نمی تونستم مرگ او رو باور کنم. او داغ بزرگی بر دل همه ما گذاشت. همسرم زنی آرام و مهربان بود. هیچ مشکلی نداشت و زنی شاد بود. همسرم دچار بیماری افسردگی هم نبود. اونطور که می دونم هر از گاهی به دلیل اینکه خوابش کم بود قرص خواب مصرف می کرد. از طرف دیگه ما هیچ مشکل و اختلافی هم با هم نداشتیم. رابطه ما خیلی خوب بود. بعد از انجام تحقیقات اولیه، بازپرس جنایی دستور پرسجو از خانواده فکور صبور رو داد و
بررسی مجدد اون آپارتمان رو هم صادر کرد تا اگر خانم فکور صبور دست نوشته ای از خودش به جا گذاشته کشف بشه و جزئیات بیشتری از این حادثه آشکار بشه. یکی از آخرین سریال هایی که خانم فکور صبور کار کرد سریال کامیون هست که در سال 1398 ساخته شد. کارگردان این سریال مسعود عطیابی بود. ایشون گفتن همکاری من با خانم فکور صبور در سریال کامیون بسیار کوتاه مدت بود، اما در همین مدت زمان کوتاه هم تجربه بسیار خوبی در کنار ایشون رقم خورد. شخصیت خیلی خوبی داشتن، بسیار موجه، خوش اخلاق، با متانت و مؤمن بودن، بسیار منظم بودن. ایشون همیشه سر صحنه نمازشونو میخوندن و آگاهی بالایی نسبت به احکام دینی داشتن. بعد از سریال کامیون دیگه خیلی خبری از ایشون نداشتم، اما دورا دور از ایشون میشنیدم و میدونم که مشکل مالی نداشتن. امیدوارم روحشون قرین رحمت باشه. بهنام شرفی، بازیگر تئاتر و تلویزیون که آخرین بار در سریال کامیون با زهره فکور صبور همبازی بود، گفته وقتی اینستاگراممو باز کردم چهره زهره فکور صبور رو با یک روبان مشکی دیدم و به قدری شوکه شدم که تا چند دقیقه به صفحه زل زده بودم و حتی باورم نمیشد. فکر میکردم در حد یک شایعه باشه، ولی در کمال ناباوری حقیقت داره. شرفی درباره شخصیت خانم فکور صبور گفت بسیار انسان خوش انرژی، مهربان و خوش برخوردی بودن. متعهد بود و به شغلش اهمیت میداد. با همکاراش رفتار بسیار خوبی داشت. ایشون به قدری به کارشون متعهد بودن که حتی یک روز بعد از پایان پروژه کامیون هم اومدن کنار ما تا اگه کاری باشه انجام بدن. همون روز با ما بگو و بخند کردن و رفتن. ایشون هر چیزی که از یک هنرمند انتظار داشتیم رو در رفتارشون داشتن. از لحاظ رفتاری و شخصیتی یک هنرمند واقعی بودن. امیدوارم روحشون شاد باشه و همه اون اخلاقهای خوب و انرژیهای مثبت به خودشون برگرده. لطفاً نظراتتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید. خیلی ازتون ممنونم به خاطر لایک و محبت های شما عزیزان. اگه هنوز عضو کانال نیستید، همین الان لوگوی منحرفان شریف رو در تصویر مشاهده می کنید. با یک کلیک خیلی ساده روی همین لوگو میتونید به راحتی از همینجا عضو کانال بشید. مراقب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.